صوتی با افتخار تقدیم می کند لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید کتاب سرزمین جاوید با اینکه موقع جنگ گذشته بود و شب فرود می آمد من در صدد افتادم که همان شب با ها به جنگم چون فکر کردم برای از پادر آوردن آن مردان متحور بهترین موقع زمانی است که آنها در خواب هستند به سرداران خود گفتم که امشب ما باید به اردوگاه دشمن شبیخون بزنیم و به سربازان بگویید که موقع استراحت آنها امشب کوتاه است. در عوض بعد از قلب بر دشمن مدت چند روز به آنها فرصت داده می شود که استراحت نمایند. گفتم که اسبهای سواران و عرابه ها را تا آنجا که فرصت هست سیر کنند و از برپا کردن اردوگاه خودداری نماید برای اینکه جمع کردن اردوگاه مدتی از اوقات را خواهد گرفت ما کنار رودخانه ای کوچک که به طرف شمال میرفت و آنگاه متوجه شرق می شد توقف کرده بودیم و در دو طرف مشرق اردوگاه گوتها قرار داشتیم به فرمانده مشعلداران سپاه گفتم تا آنجا که ممکن است مشعل آماده کنند چون در آن شب برای حمله به دشمن احتیاج به مشعلهای فراوان داشتیم فرماندهی عرابه های جنگی را برای حمله به اردوگاه گوت به برادرم واگذاشتم و به او گفتم تو باید از طرف شمال و شرق حمله کنی و من به اتفاق سواران از جنوب حمله خواهم کرد و در عقب من پیادگان حمله ور خواهند شد و ما در پای کوه واقع در مغرب اردوگاه به هم خواهیم رسید دو برادر من یکی فرماندهی عرابه های جنگی را بر عهده داشته و دیگری فرماندهی پیادگان را و خود من فرماندهی سواران را بر عهده گرفتم به هر دو برادرم گفتم من تصور نمی کنم که این مردان نیمه وحشی هنگام برپا کردن اردوگاه احتیاط و انضباط لژیون های روم را داشته باشند و اردوگاه خود را طوری محکم کنند که نتوان به آنها شبیه خون زد به همین دلیل ما نباید احتیاط را از دست دهیم و باید چند نفر از مردان سرنگ را بفرستیم که حتی امکان اطراف اردوگاه را ببینند و مشاهده کنند که آیا موانعی وجود دارد یا نه همین که هوا تاریک شد چند نفر را از چند امداد به طرف اردوگاه دشمن فرستادیم. آنها قبل از ساعتی که من برای حمله تعیین کرده بودم مراجعت نمودند که گفتند که نتوانستن موانعی در اطراف اردوگاه ببینند اما اردوگاه دارای نگهبان است و نمیتوان بدون جلب توجه دشمن خیلی به آن نزدیک شد به دو فرمانده ارابه های جنگی و پیادگان گفتم که از بین بردن موانع را به شما وا میگذارم و شما قبل از اینکه به حرکت درائیم باید پیش بینی کنید که موانع را اگر وجود داشته باشد با چه وسیله باید رفع نمود قبل از اینکه شب به نیمه برسد فرمان حرکت را صادر کردم و تمام سپاه من جز قسمتی که جز ذخیره زخیره بود یک مرتبه به حرکت درآمد. من گفتم برای راهیابی از نور ماه استفاده کنن نه از روشنایی ها تا اینکه دشمن دیرتر به حمله ما پی ببرد. وقتی به اردوگاه ها رسیدند و جنگ آغاز گردید مشعلها را روشن کنند و نور ماه برای راهیابی کفایت می کرد اما برای حمله کافی نبود. عرابه های جنگی در شمال و مشرق زودتر از ما سواران و پیادگان به اردوگاه دشمن رسیدند. من این موضوع را از صدای بوق نگهبانان سباه دشمن که مانند صدای گاو بود فهمیدم و همین که آن صداها برخاست من به سواران خود گفتم که مشعلها را بیفروزند در طرف شمال و شرق هم عرابه های من مشعلها را افروختند و ما از امتداد جنوب بدون اینکه به مانعی برخورد کنیم وارد اردوگاه دشمن شدیم چون از طرف جنوب مانعی برای جلوگیری از ما وجود نداشت من حد سدم که در طرف شمال و شرخم مانعی در راه عرابه های ما وجود ندارد مگر هنگامی که به خیمه ها برخورد نمایند. اردوگاه گوتا به طوری که ما در روز از دور دیده بودیم مثل سایر اردوگاه ها دارای معبر بود. این بود که من می دانستم که عرابه های من بعد از اینکه وارد اردوگاه دشمن شد می تواند از معابر آن بوی و در هر نقطه که مقابل خود خیمه دید باید به سوی راست یا چپ برود یا اینکه من را با حریق یا فرو افکندن خیمه از پیش بردارد گفتم که طرح من در آن شب این بود که در مغرب اردوگاه به هم برسیم ولی نه اینکه از که اردوگاه عبور کنیم بلکه ما وایسی اردوگاه دشمن را در هم بریزیم و سربازان گوت را وادار نماییم در وضعی با ما بجنگند که شکست آنها حتمی شود ما سواران بعد از اینکه وارد اردوگاه شدیم خیمه ها را در طرف راست و چپ خود آتش زدیم سربازان خابالود دشمن وقتی مقابل ما قرار می گرفتن آماج گرز یا تبر می شدن و اکثر آنها از خل فرصت نکرده بودند کاسک بزرگ خود را که شباهت به دیگ داشت بر سر بگذارند. قبل از حمله به سرداران خود گفته بودم که تا آنجا که ممکن است اسیر بگیرند تا اینکه من بتوانم گروگان داشته باشم من می که یک ستون دیگر از آن قبیله نیمه وحشی در طرف شمال ما می باشد و میخواهد خود را به آتروپاتن برساند. میخواستم که گروگان زیاد داشته باشم تا اینکه ستون دوم را وادار به تسلیم کنم. اما به طوری که گفتم گوت ها مردانی سرسخت بودند و ممکن بود تسلیم نشوند و برادرم و سایر سرداران میدانستند که اگر آنها تسلیم نشوند بایستی تا آخرین نفر را از پاد درآورند. مشعلهای افروخته سربازانم کار ایجاد حریق را در اردوگاه گتها تسهیل کرد همین که شعله مشعل به یک خیمه نزدیک میشد آتش می گرفت و اگر خیمه دیگر نزدیک بود آتش به آن خیمه سرایت می کرد های ما از طرف مشرق و شمال و ما از طرف جنوب اردوگاه مشتعل را احاطه کردیم طوری حریق با سرعت وسعت به هم رسانید که سبب وحشت ما شد و ممکن بود که عربه ها و رانندگان آنها و سربازانی که در عربه بودند بسوزند ما هم که از جنوب حمله کرده بودیم دچار خطر سوختن شدیم سربازان دشمن که نمیتوانستند با حریق مبارزه کنند و آن را خاموش نمایند در حال فرار راه مغرب را در پیش گرفتن و چون تنها گریزگاه آنها مغرب بود چون ما از سه طرف به آنها حمله می کردیم و فقط از طرف مغرب به مناسبت کوه نمی توانستیم حمله کنیم مردان نیمه وحشی برای فرار از حریق به دامنه آن کوه پناه بردن و ما آنها را در دامنه کوه محاصره کردیم. در آن شب من دریافتم که گوتها در قبال آتش مانند درندگان در هستند که از هیچ چیز وحشت ندارند مگر از آتش و اگر آن شب ما اردوگاه آنها را آتش نمیزدیم و آنها را وادار به فرار نمیکردیم، کردیم نمی توانستیم در دامن کوه آنان را محاصره کنیم از تمام اردوگاه دود بر آسمان بلند بود چون نزدیک بامداد بادی از طرف شمال وزیدن گرفت دود اردوگاه را به سوی جنوب می برد. ما که کوه را از سه طرف محاصره کرده بودیم از دوده هری خیلی ناراحت نمی شدیم حریق اردوگاه هنگامی که تلیگ بامداد دمید به خودی خود خاموش شد زیرا هرچه سوختنی بود تا آن موقع سوخت و فقط اینجا و آنجا از چیزهایی که هنوز می سوخت دود بر می خواست. من زبان آنها را نمی ولی چون آنها زبان رومی را می دانستن می توانستم با آنها حرف بزنم وقتی هوا روشن شد به وسیله برادرم برای سران گوت پیغام دادم که تسلیم شوند تا اینکه زنده بمانند مردی بلند قامت دارای گیسوان بلند و طلای رنگ و سبیلی که از دو طرف آویخته بود بعد از اینکه از وسط سربازان دشمن گذشت به جایی رسید که توانست با برادرم صحبت کند و بانگ براورد که من میخواهم با پادشاه شما صحبت کنم برادرم از او پرسید تو که هستی و در بین گوتها چه سمتی داری آن مرد گفت اسم من کارلمان می باشد و فرمانده کل این قشون هستم و تو که هستی برادرم گفت من فرمانده کل سپاه عرابه جنگی و برادر پادشاه ایران هستم سپس برادرم از او پرسید که تو با پادشاه ایران چه کار داری؟ کارلمان اظهار کرد میخواهم با او راجب صلح صحبت کنم برادرم گفت من می توانم تو را نزد پادشاه ایران ببرم بیا برویم کارمان اظهار کرد که من به چه اطمینان نزد پادشاه شما بیایم چون ممکن است وی مرا به قتل برساند برادرم گفت اگر تو از کسانی که می دانن ایرانیان و به خصوص پادشاه ایران راستگو هستند پرستش کنی به تو خواهند گفت که می توانی به قول ایرانیان اعتماد کنی به نوعی قول پادشاه ایران بیش از قول دیگران قابل اعتماد است کارمان گفت که من بیم دارم که کشته شوم و میخواهم با پادشاه شما صحبت کنم بدون اینکه از اینجا خارج شوم آنچه سبب شد که آن مرد در آن موقع آنطور حرف بزند این بود که میدانست عرابه ها و سواران من نمیتوانند در دامنه کوه به او و سربازانش حمله ور شوند اما من می توانستم با پیادگان حمله ور شوم و به طوری که خواهم گفت آن کار را نکردم و چون شنیدم که صحبت از سوال می کند به برادرم گفتم که او را نزد من بیاورد کارمان مردی بود بلند قامت دارای لباس پوستین و چشم های آبی و شمشیری بلند و پهن از کمر آویخته داشت او بین سربازان خود قرار گرفته بود و به او گفتم که من پادشاه ایران هستم و از من چه میخواهی؟ کارمان گفت آمده ام به تو بگویم که برای صلح آماده هستم گفتم اگر منظور تو از صلح این است که من تو و سربازانت را رها کنم که مراجعت نمایی و هنگام بازگشت مثل موقعی که آمدی کشورها را که تحت حمایت من از تاراج نمایی و مردمم را به قتل برسانی من با این نو صلح موافقت نمی کنم کارمان پرسید پس با چه نو صلح موافق هستی؟ گفتم من با این ترتیب با تو و سربازان از سوال می کنم که تو و آنها اسیر من باشید تا اینکه آخرین سرباز گت از کشورهای آسیای صغیر بدون اینکه آزارشان به کسی برسد و اموال مردم را تاراج نمایند مراجعت کنند و آنچه تا امروز به تاراج برد، ان پس دهند کارلمان گفت آنچه ما به تاراش بردیم دیشب سوخت و از بین رفت گفتم ستونی دیگر از سربازان تو که در شمال حرکت می همچنان مشغول تاراج هستند و آنها بایستی آنچه به دست آورده ان پس دهند تو و سربازانت هم بایستی جبران آنچه به تاراج برده ای و می که سوخت اسب بکنید کارمان گفت چگونه من و سربازانم می توانیم چیزهایی را که سوخته و از بین رفته از جبران کنیم گفتم شما می توانید از اموال شخصی خود جبران نمایید کارلمان اظهار کرد من و سربازانم اموال شخصی نداریم گفتم تو و سربازانت می توانید به طرز دیگری خسارتی را که به اقوام تحت الحمایه من زده اید جبران کنید آن این است که مدتی برای من مشغول به کار شوید کارلمان پرسید چطور برای تو مشغول به کار شویم گفتم من در کشور خود کارهایی مثل شهرسازی و سدسازی و حفر قنوات دارم چون تو فرمانده ی کل هستی تو را از کار معاف می کنم ولی سربازانت می توانند در قسمت هایی که من تعیین می کنم کار کنند. با کار خود خساراتی را که بر اقوام تحت الحمایه من وارد آورده اند جبران کنید. کار مال گفت ما نمی توانیم برای تو کار کنیم ولی حاضرین تسلیم شویم مشروط بر اینکه آزاد باشیم و به مغرب برگردیم. گفتم من نمیتوانم شما را آزاد بگذارم که به مغرب برگردید چون باز اقوام تحت الحمایه مرا مورد قتل و قارت قرار می دهید و از آن گذشته کفاره جنایاتی را که تا کنون کرده اید باید تعدیه نمایید کارمان گفت در این صورت ما به جنگ ادامه خواهیم داد آنگاه من دستور دادم عربه ها در طرف شمال توری کوه را محاصره نمایند که گوت ها دسترسی به آب نداشته باشند من می دانستم منطقه ای که کارمان و سربازانش در آنجا قرار گرفته ان راه به سوی مغرب ندارد و آنها نمی توانند از کوه بگذرند و خود را نجات دهند. راه نجات آنها از شمال بود و از جنوب که آن دو جهت مثل مشرق تحت اشغال ما قرار داشت و آنها نمی توانستند از هیچ طرف بگریزد. من می توانستم پیادگان خود را وادار کنم که در دامنه سنگلاخ کوه به گوتها حمله ور شوند. اما نمیخواستم سربازانم را برای جنگی که میدانستم در آن پیروزی به طور حتم با من است کشتن دهم سربازان دشمن در دامنه سنگلاخ نه چیزی برای خوردن داشتن نه چیزی برای آشامیدن و نمی از آنجا بگاریزن من می که گرسنگی و تشنگی و حرارت آفتاب آنها را وادار به تسلیم می کند. این بود که تصمیم گرفتم آنها را در محاصره داشته باشم تا اینکه مجبور به تسلیم شوند من میدانستم که آن مردم که چون در رندگان گوشت خام میخورند مثل سربازان من نیستند که اگر خار و بار و آب به آنها نرسد قدرت تحمل گرسنگی و تشنگی را داشته باشند و به زودی تسلیم خواهند شد پیشبینی من جامعه حقیقت پوشید روز بعد پس از اینکه آفتاب تابید و حرارت آن مزید بر گرسنگی و تشنگی محصورین شد کارمان درخواست تسلیم کرد درخواست کرد که سربازان من او و سربازانش را خلع سلاح و اسیر کنند و جنگ دامنه کوه به این ترتیب خاتمه یافت من گفتم که برادرم کارمان را با یک قشون به سوی ستون شمالی گوتها ببرد تا اینکه آنها تسلیم شوند برادرم دستور مرا به موقع اجرا گذاشت و آن مرد را به استقبال ستون شمالی گوتها برد قسمتی از سربازان گوتها وقتی دیدند که فرمانده کل آنها فرمان می دهد که تسلیم شوند تسلیم شدند قسمتی دیگر چون فرمانده خود را اسیر ما دیدن نخواستند تسلیم شوند و گریختند و برادرم آنها را تعقیب کرد و ادعی به قتل رسیدند و بعضی توانستند بگریزند اما چون به طور متفرق فرار می کردن به دست سکنگ محلی که خیلی نسبت به آنها کینه داشتند به قتل رسیدند به این ترتیب جنگ من با گوتها خاتمه یافت ای کسی که این کتیبه را میخوانی از آن زمان تا کنون که این کتیبه نوشته می شود گوتها جرأت نکرده اند به کشورهای تحت الحمایه من حمله کنند و مردم مرا مورد قتل و تاراش قرار دهند بعد از آن جنگ من در دیار بک توقف نکردم برادرم را برای تسلیم کردن ستون شمالی گوتها فرستادم و خود آزم آتروپاتن شدم تا اینکه از آنجا به ارمنستان بروم هر که بخواهد به ارمنستان برود بایسی از رود عرس عبور نماید و کوروش به روی رودخانه عرس یک پل محکم بنا کرد ولی آن پل در مشرق واقع شده و اگر من میخواستم که از آن پل عبور نمایم راهم دور میشد قبل از اینکه تصمیم بگیرم که از آن پل عبور کنم یا اینکه به وسیله دیگر از رودخانه عرس که در آن فست بود بگذرم به من اطلاع دادن که تریداتس یا تیرداد سوم پادشاه ارمنستان پل کوروش را ویران کرد تا اینکه من نتوانم از آن عبور نمایم پل کوروش برای سکنه دو طرف رودخانه عرس خیلی اهمیت داشت بعد از اینکه تریداس آن پل را ویران کرد رفت و آمده سکنه دو طرف رودخانه عرس به خصوص در فصل بهار که رود عرس تغیان می کند و جریان آب آن خیلی سری می شود دشوار گردید. من همین که از ویران شدن پل کورش اطلاع حاصل کردم یکی از مأموران خود را به اسم ماروی را معمور کردم هرچه زودتر آن پل را بسازد تا اینکه سکنه دو طرف رود عرس بتوانند از آن عبور کنند. بعد از رجعت از دیار بکر وارد چیچس شدم و مراسم نیایش را در آتش کده ی آنجا به جا آوردم. قبل از اینکه از آنجا به طرف شمال حرکت کنم تا به ارمنستان بروم دچار دردی شدید در ساق پای راست شدم. موبت آتشکده کده چیچس به من گفت اگر خسرو در آب دریاچه اینجا آبتنی کند و به خصوص اگر بعد از آبتنی ساق پارا در رسوب کنار دریاچه قرار دهد به طوری که آن رسوب به کلی پارا بپوشاند درد به کلی رفت خواهد شد چون غیر از موبد آن آتشگاه دیگران هم در چیچس آن موضوع را به من گفتند فصل هم برای آبتنی در دریاچه مساعد بود و من اندرز آنها را پذیرفتم و برای آبتنی در دریاچه چیچس که آبی بسیار شور دارد و فاقد ماهی می باشد آماده شدم. آب دریاچه آنقدر شور بود که من در آن فرو نمی رفتم. بعد از قدری آبتنی کنار رودخانه پای خود را در ماسه ساحلی قرار دادم و خدمه من ماسه را روی پایم قرار دادن به طوری که پا به کلی از ماسه پوشیده شد. به من گفتند باید سه روز آبتنی و قرار دادن پا در ماسه ساحلی ادامه پیدا کند تا اینکه درد از بین برود در آخرین روز که پای من در ماسه ساحلی قرار داشت و سایبان مرا از تابش آفتاب حفظ می کرد حس کردم که درد پا از بین رفته وقتی پا را از زیر ماسه خارج کردم و برخواستم هیچ نوع احساس دردی نکردم و از آن به بعد مدت چندین سال دردی را در پای خود احساس ننمودم بعد از اینکه درد پا رفت گردید از چیچس به راه افتادم و آزم شمال شدم وقتی به ماکو رسیدم ایسویان آن سرزمین به استقبال من آمدند و برای حق شناسی مرا به کلیسای خود که 150 سال قبل از آن روز ساخته شده بود بردند در آن کلیسا یک مرد روحانی سال خورده مرا دعا کرد و گفت تمام ایسوی ها به تو و دودمانت دعا می زیرا در اینجا در امان هستند اما اگر روزی پادشاه ارمنستان بر این سرزمین مسلط شود تمام ایسویان را قتل عام می کند به آن مرد روحانی سال خورده گفتم نمیدانم بعد از من چه خواهد شد ولی تا روزی که من هستم نخواهم گذاشت پادشاه ارمنستان شما را مورد آزار قرار دهد اینک هم می روم تا اینکه آزار او را از سر اتباع خود دور نمایم بعد از دو روز راه به کنار رودخانه ارس رسیدم هنوز آب رودخانه به اقتضای فست تند بود زیرا بستر رودخانه عرس سراشیب است و هنگامی که رود زیاد آب داشته باشد آب با سرعت از مغرب به سوی مشرق می رود. در آن موقع که من به کنار رودخانه عرس رسیدم دیگر بهبوه تغیان رود نبود مهازا خیلی آب داشت و من نمیخواستم که سربازان خود را گرفتار خطر آب کنم و در آن نزدیکی هم گداری وجود نداشت که قشون من از گدار عبور نماید من بایستی عرابه های جنگی و سواران و پیادگان و تمام ساز و برگ قشون را از رودخانه که بدون گدار عبور دهم. به طور حتم قسمتی از آنها گرفتار تنداب می شد و بعید نبود که پادشاه ارمنستان که در شمال رود عرس انتظار مرا می کشید هرگاه من با یک قشون نامنظم که قسمتی از عرابه ها و سواران و پیادگان آن را آب برده بود به آن طرف رود عرس می رسیدم قشون مرا معدوم کند. من بایستی با یک سپاه قوی از رودخانه بگذرم این بود که به استادان قشون خود گفتم که زورخ بسازن و از زورخ های یک پل روی رودخانه به وجود بیاورند و عرض پل بایستی به قدری باشد که عرابه ها از روی پل عبور کنند. آنگاه به دستور من درخت ها ایرا که الوار آنها برای ساختن پل مفید بود بعد از پرداخت قیمت درخت به صاحبان آنها انداختند. برای ساختن پل زورقهای متعدد ساختن و همین که زورقی ساخته میشد، آن را کنار زورق دیگر در رودخانه قرار دادن بین دو زورق فاصله کافی وجود داشت که آب بگذرد ساختن پل با سرعتی بیش از میزان انتظار من به پایان رسید بعد از اینکه پل ساخته شد یک دسته از جلوداران را برای اکتشاف به آن سوی رودخانه فرستادم تا اینکه بدانم آیا قشون پادشاه ارمنستان نزدیک رودخانه هست یا نه اما نزدیک رودخانه غیر از چند قریه که سکنه اش کشاورز بودن وجود نداشت جلوداران من از روستاییان پرسیدن و آنها گفتند که در آن حدود قشون ندیده اند و شاید قشون پادشاه ارمنستان احتیاط می کرد و به رودخانه نزدیک نمی شد تا اینکه خود را نشان دهد و بعد من بعد از اینکه اطمینان حاصل کردم که نزدیک رودخانه در بالا و پایین قشون پادشاه ارمنستان نیست فرمان عبور سپاه را از پل صادر کردم از کوه آرارات تا شهر آرماویر یا ایروان من آنقدر صبر کردم تا اینکه تمام قشون من از روی پل گذشت و بعد از اینکه کسی در ساحل جنوبی رودخانه عرس باقی نمان خود از پل گذشتم من به اردوگاه سپاه که در ساحل شمالی رودخانه برپا شده بود ملحق شدم هنگام غروب از پل گذشتم و شب را در اردوگاه به سر بردم و بامداد وقتی برخواستم چشمم در امتداد شمال به کوهی افتاد که تازه آفتاب قله سفید رنگ آن را روشن کرده بود من تا آن کوه را دیدم شناختم و دانستم که کوه نوح است در کتب یهودیانی که جزب اطباع من هستند و درگ یاجه یا اسفهان زندگی می کنن نوشته شده که کشتی نوح بعد از خاتمی طوفان بر نقطه ای از آن کوه فرود آمد و یهودیا اسم آن کوه را کوه نوح گذاشتن ولی ارمنیها ها آن کوه را به اسم دیگر می خاندن که امروز اسم آن کوه آرارات است من می دانستم که از اردوگاه ما تا کوه نو بیش از سه فرسنگ فاصله وجود دارد اما آن کوه طوری نزدیک جلوه می کرد که من فکر می نمودم اگر دست را دراز کنم به آن کوه خواهد رسید در کنار آن کوه یک کوه دیگر هم بود که میگویند کوه کوچک نو اما قله آن کوه برف نداشت ولی قله کوه بزرگ نو در تمام سال مستور از برف است هوا برخلاف اقتضای فصل گرما خونک بود زیرا منطقه ای که دو کوه بزرگ و کوچک نوح در آن قرار گرفته بود یک منطقه سرسیر می باشد. وقتی آفتاب بالا آمد و قسمت های دیگر از کوه بزرگ نوح روشن شد من حس کردم که کوه به اردوگاه ما نزدیک تر شده. بعد از اینکه آفتاب تمام کوه را از پایین تا قله روشن کرد از عظمت و ارتفاع آن کوه بسیار متعجب شده تا کوه بزرگ نو یک صخره مستقیم و مرتفع بود که یک سرش به زمین اتصال داشت و سر دیگرش به آسمان و آدمی در قبال ارتفاع و عظمت آن کوه مبهوت می شود. اهورا مزدا را ستایش می کند که آنچنان کوه عظیم و مرتفع را به وجود آورده. من در کشور خود کوههای مرتفع را دیده ام اما هیچ کوه را به عظمت و ارتفاع کوه بزرگ نو مشاهده نکردم. کوه آنقدر مرتفع و مستقیم بود که آدمی تا سر را به طرف عقب خم نمی کرد نمی توانست کوه را ببیند. از پایین کوه تا قسمتی از آن سبز می نمود و معلوم می شد که مشجر است. ولی از آن به بعد در کوه درختی دیده می شد تا به جایی می رسید که برف کوه را می و به من گفتند. که کشتی نو هنوز در قسمتی از کوه که مستور از برف می باشد وجود دارد. اما به مناسبت ارتفاع کوه و اینکه مثل یک دیوار عمودی مستقیم به آسمان رسیده همه کس نمیتوانند خود را به منطقه ای که پیوسته مستور از برف است برسانند در بین مردم محلی کوه پیمایانی بوده ان که توانست ان خود را به قولی کوه برسانند و کشتی نوح را ببینند طوری ارتفاع آن کوه در من اثر کرده بود که نمیتوانستم چشم از آن بردارم به من گفتن که در آن کوه شکار فراوان است و تیریداس گاهی برای شکار به آن کوه می رود و این نکته مرا به فکر انداخت که شاید تیریداس پادشاه ارمنستان و یا قسمتی از قشون او در کوه بزرگ نوح باشد و برای پی بردن به این موضوع در صدت برآمدم که با کمک راهنمایان محلی به کوه بروم من می توانستم طلای ایرا جهت اکتشاف به کوه بفرستم تا اینکه معلوم شود که آیا پادشاه ارمنستان در آنجا قشون دارد یا نه اما تمایل من برای دیدن کوه از نزدیک و صعود بر آن به قدری زیاد بود که ترجیح دادم خود بروم و در حین اکتشاف تا آنجا که ممکن است و خطر پرد شدن وجود ندارد بر کوه صعود کنم به من گفتند که می توان تا ارتفاع 500 گز بر کوه صعود کرد و منطقه مشجر کوه نیز همین 500 گز است پس از آن درخت کم می شود تا اینکه به جایی می رسند که دیگر گیاه و درخت نمی روید و از آن به بعد مدار کوه به شکل دیوار عمودی در می آید و طوری که حتی پرندگان نمی توانند در آنجا لانه بسازند اما در قسمت های فوقانی کوه که منطقه مستور از برف می باشد و هرگز برف آنجا صبح نمی شود قسمت های مسطحی وجود دارد و کشتی نوح در یکی از آن قسمت ها قرار گرفته و در آنجا آشیانه اوقاب نیز هست من تصور نمی کردم که اوقاب در بالای کوهی که آنجا پیوسته مستور از برف از آشیانه بسازد و جوجه هایش را در آنجا بپروراند اطلاع داشتم که اوقاب درباره کوهایی که گرم آشیانه می سازد. اما راهنمایان محلی به من گفتند که اوقاب در بالای کوه آشیانه دارد و شاید هنگامی که بر کوه صعود می کنیم پرواز اوقاب را ببینم. چون احتمال داشت که تیریداس یا قسمتی از قشون او در بالای کوه باشد من با نیروی کافی به راه افتادم و به برادرم گفتم که آماده برای فرستادن نیروی امدادی باشد. قبل از اینکه خود به کوه برسم جلوداران را معمور اکتشاف نمودم ولی آنها در پای کوه و دامنه آن کسی از قشون تیریدات را ندیدند با اینکه بامداد به راه افتادم و با سرعت راه میپیمودم وقتی به پای کوه رسیدم ظهر شده بود و راهنمایان به من گفتند اگر بر کوه صعود کنیم نخواهیم توانست که امروز به اردوگاه مراجعت نماییم زیرا تا بر کوه صعود کنیم و از آن فرود بیاییم شب میشود. گفتم که در پای کوه اردوگاهی برپا کنند و چون نهری از کوه به سوی رودخانه عرس جاری بود کنار آن نهر را برای محل اردوگاه انتخاب کردند آنگاه من به اتفاق راهنمایان و عده‌ای از سربازانم بر کوه صعود نمودم هوای مطبوع و درختان دامنه کوه انبوه بودن و هر جا که شکافی در انبوه درختها به وجود می آمد و من سر را متوجه بالا می کردم کوه با عظمت را چون یک دیوار مستقیم بالای سر خود تا آسمان می دیدم. دنیای کتاب صوتی